از دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر علیزاده سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر، تحلیل شما از حکم دادگاه عراق چیه و آیا این اقدام نشان از شکست اسلامی سیاسی سنی های تندروی سلفی تکفیریه؟ بفرمایید. بله، نکته خیلی مهم همین هستش که ما سابقه این تفکر افراطی رو در بیابیم. ابتدا چه بوده که الان این زن، البته هزاران هزاران تن هم قربانی این تفکر واپسگرا شدن. ببینید، در اوائل قرن 19، قرن 20، اندیشه احیای خلافت توسط جنبش اخوان المسلمین مطرح شد و در میان برجستگان این جنبش سید قطب آمد و نظریه بازگشت به سلف صالح، از این جهت بهشون میگن سلفی، یعنی در پیشینیان خود رو که به اصطلاح آنها افراد صالح و شایسته بودن رو مطرح کردن و گفتن تمام درد و دهرمان جامعه مسلمانی ما از این هستش که از اون گذشته درخشان خودمون واپس مانده ایم. و برای اینکه برگردیم به اون دوران پرشکوه آنچنانی که او ادعا میکنه، یعنی تفکر اخوان المسلمینی که در اندیشه اهل سنت در مصر شکل گرفت و متاسفانه بعداً توسط فدایان اسلام به ایران هم آمد توسط نواب صفوی، این اندیشه اعتقادش بر این بودش که میبایستی که به اصطلاح از ابزار جهاد استفاده بشود، نه صرفاً به این معنی که مسلمانی علیه کافری بجنگد، بلکه هر مسلمانی، تاکید میکنم هر مسلمانی که اعتقاد به اندیشه آنها ندارد کافر محسوب میشود و بنابراین حتی به جنگ و ستیز با مسلمانان هم برخواستند. خب در این میان حالا اینها با گروه ایزدی ها که خب فرقه دین خاصی هستن جنگیدن، چه آسیب ها به آنها رسوندن، با شیعیان در ویژه در عراق، شیعیان عراق جنگیدن و در واقع حتی منهدم کردن حرم امامان شیعه رو حتی در برنامه خودشون داشتن و اساسا تفکرشون این بوده دیگه. حالا در این میان برگردیم به همسر ابوبکر بغدادی که ام حذیفه، ابوبکر بغدادی خودش مصاحبه ای کرده این خانم همین ماه‌های اخیر و به تفصیل آنچه که از همسر خودش دیده بود و جنایاتی که ابوبکر بغدادی کرده او صحبت رو به میان آورده بود، اما هیچ به نقش خودش اشاره نمی کرد. بعدنها روشن شدش که خود او هم در این که ایزدی ها رو به کنیزی بگیرن و در اونها به بدترین رفتارها رو با اونها داشته باشن نقش داشته. در نهایت میخوام اینطور نتیجه گیری کنم، اندیشه ای که حدود 100 سال پیش در مصر توسط جریان اخوان المسلمین شکل گرفت، امروز قربانیش یک خانومی هستش 45 ساله، پس از 100 سال بعد داره اعدام می شود به دلیل اینکه اون اندیشه چقدر خوفناک بوده که همینطور آمده قربانی گرفته، هم از ایزدی ها، هم از مسیحیان، هم از شیعیان و هم از گروه های دیگه. الان خود او هم قربانی شده و این درس بزرگی است برای تاریخ که این گونه اندیشه های سلفی واپسگرای قهقرایی چه بلایی هم میتوانن به سر جامعه بیاورن، هم به سر خودشون، همچنانی که الان این زن هم چندین تن از فرزندان خودش از دست داد، الان هم که محکوم به اعدام شده است. بله، با تشکر از دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.